و این بررسی بیشتر همین موضوع حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما هستن. آقای علیزاده، سالهاست که گفته میشه حل بحران ریزگردها نیازمند مشارکت منطقه‌ای و مشارکت کشورهای خاورمیانه است. چرا تا الان این همکاری صورت نگرفته؟ ببینید، اساساً منطقه خاورمیانه مسئله منطقه آشوب زده است و این منطقه آشوب زده به دلیل اختلافات سیاسی که کشورها با هم دارند بسیاری موضوعات رو معلق کرده، در مثلا در مشخص شدن مرزهای میان کشورها یا حوزه بهره‌برداری نفت و گاز مشترک. از این موضوعاتی که پولساز هستند وقتی که به اختلاف رسیدند به نتیجه نرسیدند، شما در نظر بگیرید مسئله بحران اقلیمی ریزگردها که یک مسئله کاملا منطقه‌ای است و شاید بیش از 10 کشور منطقه، 6 کشور خلیج فارس، عراق، ترکیه، سوریه، همه اینها رو شامل میشه، ایران همه رو شامل میشه. خب وقتی که ما شدت این بحران، وسعت این بحران و مسئله تغییر اقلیم رو نگاه میکنیم، اینها در واقع نیازمند یک تشکیل سازمان منطقه‌ای است. ببینید، مثلا زمانی بوده که کشورهای صادرکننده نفت آمدن با همدیگه اوپک رو تشکیل دادن، یک سامانی بهش دادن. آیا در مسئله رسیدگی به مسئله بحران‌های ریزگرد اقلیمی آیا هیچ سازمانی وجود داره؟ همونطور که در گزارش شما بود، تازگی‌ها ایران با عراق وارد گفتگو شده پس از اینکه تمام بلایا هم حاصل شده. حالا با سوریه چطور؟ با سوریه که رابطهشون خوبه. در شرایطی که ایران الان با عربستان در قطع رابطه سیاسی است، با بحرین در قطع رابطه سیاسی است، با امارات روابط چندانی نداره، چگونه اینها میخوان به این مشکلات زیست محیطی بپردازن؟ پس من ریشه این بحران ها رو هم ریشه سیاسی و اختلافات منطقه‌ای میبینم. اما آیا اساسا در خود وزارت خارجه جمهوری اسلامی اولویتی برای این موضوع ما میبینیم؟ نه، ببینید، اصلا این مسئله محیط زیست اولویت حاکمیت جمهوری اسلامی نیست. ببینید، یک مثال ساده، شما در نزدیک به 1800 سخنرانی که رهبر جمهوری اسلامی داره یه سرچ ساده بکنید در وبسایتش، ببینید کلمه محیط زیست یا بهره برداری درست از منابع آبهای زیرزمینی که مسائل حیاتی و نسل‌های آینده است، ببینید چند مرتبه در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی آمده است تا اینکه این مسئله به عنوان سیاست‌گذاری منتقل بشود به نهادهای زیردستی، مثلا به مجلس شورای اسلامی، تشخیص مصلحت، دو کابینه و وزارتخانه‌ها، تا برسه به سازمان محیط زیست و یا وزارت امور خارجه. گرچه یک رابطه اندکی بین وزارت خارجه و سازمان محیط زیست وجود دارد، اما چون اراده جدی در سطح حاکمیت به مسئله محیط زیست وجود ندارد، وزارت خارجه و سازمان محیط زیست هم هیچ ارتباط تنگاتنگی رو که اثر مؤثری برای کشور داشته باشه نداره. وقتی اینها ندارن، خب با کشورهای همسایه هم ارتباط سیاسی خرابی وجود داره. همونطور که توضیح دادم، این مشکلات به نتیجه نرسیده بلکه وخیمتر هم شده است. ممنونم از توضیحات شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه